با سلام، با این ویدیو همراه باشید. مقامات آلمان از کاهش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در دوره موج سوم گزارش می‌دهد. برای چهارمین روز متوالی میزان ابتلا به ویروس کرونا در آلمان کاهش یافته است، اما کارشناسان در مورد اینکه آیا کشور واقعاً ویروس کرونا را شکست داده است اختلاف نظر دارند. روز جمعه انستیتوت رابرت کوخ گزارش داد که تعداد آمار روزمره جدید مبتلایان به ویروس کرونا برای چهارمین روز متوالی در آلمان کاهش یافته است، با هزاران مورد کمتر از اواسط ماه اپریل. تعداد مبتلایان روزانه نسبت به هفته گذشته 3000 مورد کاهش یافته و همکنون به 24329 مورد رسیده است و این نشان می‌دهد که پروسه واکسیناسیون و محدودیت‌های جدید در سراسر کشور می‌تواند تأثیر مطلوبی بر ویروس کرونا داشته باشد. مقامات هنوز به شدت نگران مرگ بیماران کرونایی هستند که علی‌رغم کاهش مبتلایان آمارهای فوتی نسبتاً ثابت مانده است. در آخرین ارقام 306 مورد مرگ و میر جدید ثبت شده است که تعداد کل مرگ و میرها از ابتلا به همه‌گیری کرونا را تا کنون 82850 نفر افزایش یافته. همانطور که در این چند مدت آلمان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده، اختلاف زیادی در آمارهای مبتلایان و فوتی‌ها در یک ایالت نسبت به ایالت دیگر داشته است. اکثر موارد جدید گزارش شده از نوردراین وستفالن پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان است که در آن 5629 ابتلای جدید در یک روز ثبت شده است. به دنبال آن ایالت‌های جنوبی بایرن و بادن ورتمبرگ به ترتیب 4294 و 3478 مورد جدید در یک روز را ثبت کردند. در برلین، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر آلمان، تعداد مبتلایان جدید در روز جمعه 742 بود، در حالی که سه شنبه 796 بود. در همین حال در هامبورگ 401 نفر، 387 نفر در مونیخ و 293 نفر در فرانکفورت بودند. با این حال کارشناسان میگویند احتمال دارد بسیاری از علائم ویروس کرونا شناسایی نشوند. طبق آخرین آمار مؤسسه علمی تحقیقاتی رابرت کوخ، از اوایل هفته در آمار هفت روزه ملی مبتلایان کووید 19 نشان می‌دهد به طور محسوسی تعداد مبتلایان کاهش یافته است. روز دوشنبه در هفت روز 169.3 بود، در حالی که صبح جمعه این تعداد به 153.4 رسیده بود. روز پنجشنبه ینس اشپان، وزیر بهداشت آلمان، در یک کنفرانس مطبوعاتی هشدار داد که با وجود کاهش مبتلایان جدید، نرخ مبتلایان به ویروس کرونا هنوز هم بحرانی اعلام می شود. وی به خبرنگاران گفت امیدی است، اما هیچ چیز روشن نیست. آمارها فقط نباید راکت باشند، ولی باید سقوط کنند. ویلر گفت که در طی یک هفته نرخ مبتلایان در سراسر جهان 24% افزایش یافته است. ویلر گفت که بیماری کرونا به وضوح بسیار دور از حد انتظار بوده است. با این حال، با حرکت نرخ مبتلایان در مسیر درست و تلاش شهروندان را بابت پایبندی به محدودیت‌های جدید کرونایی که شامل قوانین سختگیرانه ملاقات‌ها و مقررات منع رفت و آمد در برخی مکان‌ها می‌باشد را ستود و از مردم خواست بیشتر از پیش از این قوانین پیروی کنند. وی گفت اجازه دهید ما به همبستگی خود با یکدیگر ادامه دهیم تا موج سوم کرونا را شکست بدهیم. از این طریق می‌توانیم از آلوده شدن افراد واکسن نشده در لحظه آخر جلوگیری کنیم. خبر کاهش آمار مبتلایان جدید در حالی منتشر می شود که روند واکسیناسیون در آلمان تسریع یافته است. با تلاش پزشکان در زمینه واکسیناسیون از ابتدای ماه اپریل و برطرف شدن مشکلات تهیه واکسن، واکسیناسیون روزانه در آلمان در این هفته رکورد را شکست. در روز چهارشنبه تقریبا 1.1 میلیون دوز واکسن در آلمان به افراد تزریق شد که این رقم رکورد کشورهای دیگر اروپایی در زمینه واکسیناسیون را شکست. ارقام اخیر نشان می‌دهد که پذیرش در بیمارستان برای بیماران کووید 19 طی چند ماه گذشته تقریبا ثابت بوده و حدوداً 8% از کل جمعیت آلمان را در بر می‌گیرد که اکنون به 4% کاهش یافته است. ممنون که با این ویدیو همراه بودید.